آره حالا واقعا به تو این نقطه مهم درسته؟ بله ما توحیم شد که بر حسب وظیفه از یکی از نظامنگاه‌های بزرگ کشور امروز بازدید بکنیم، البته یه بهانه ای هم پیدا کردیم. ما هفته گذشته با قوه قضاییه و سازمان امور زندان ها مکاتبه داشتیم، توافقنامه‌ای رو با هم امضا کردیم و صورت جلسه که در این شرایط کرونایی و اقتصادی رکود و تورمی بخشی از اقشار ضعیف زندانی رو ما بتونیم باعث زمینه آزادیشون بشیم. بنیاد مستضعفان بر اساس مسئولیتی که داره نسبت مستضعفان و محرومان همه اقشار ما یه احساس مسئولیتی در این شرایط میکنیم. بخشی از این محرومیت و استضعاف در زندان‌های ماست، یعنی همه زندان‌ها زندانیان افراد متمرد و دارای ثروت و مال و ملکیت واقعا نیستن. اتفاقا خیلی هاشون از باب استضعاف در زندان هستن و ما مسئولیت داریم به اونها کمک کنیم. مرحله اول کمک ما در فروردین و اردیبهشت ما اتفاق افتاد که وقتی قوه محترم قضایی تصمیم گرفتن و رئیس محترمشون که زمینه مرخصی اونها رو در شرایط کرونایی فراهم کنن، ما 20 میلیارد تومان کمک نقدی کارت هدیه دادیم که به اونایی که عزیزانی که مرخصی میرن اهدا بشه و این کار انجام شد. دوباره ما یه توافقی کردیم 20 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه بدیم که به عزیزانی که بیرون میرن یا الان در زندان هنوز هستن وام ضروری پرداخت بشه که امروز اطلاع دادن بخشی از اون وام پرداخت شده، یه بخشی باقی مونده. در سومین مرحله کمک ما به این بهانه در این بازدید هستیم، پرسیدیم آقا چند نفر هستن زیر 50 میلیون تومان محکوم مالی هستن و جرمشون هم غیر عمد حتما و میتونن با آزاد بشن اگر ما بتونیم فراهم کنیم بخش مالیش رو. آماری که به ما دادن 2574 نفر بود در سطح زندان‌های کشور که محکومیت مالی اونا زیر 50 میلیون تومان بوده که ما 50 میلیارد تومان پرداخت کردیم. هفته گذشته دست امور سازمان زندان‌ها رسیده و از امروز زمینی آزادی اونها خوشبختانه فراهم شده. یه تعداد هم همین امروز در همین ندامتگاه آزاد میشن و شما شاهد خواهید بود. این 2574 نفر همه جرم و محکومیتشون مالی بوده، غیر عمد بوده و در سراسر ایران هم هست. اگر این مرحله انجام شد ما میتونیم باز با سازمان زندان‌ها به مرحله بعدی فکر کنیم. اونا که بیشتر از این محکومیت دارن، اون محکومیت مالی غیر عمده و جرم اونجوری نیست که به خاطر اون عزیزی از هموطنان بخواد در زندان سپری بود. 10 میلیون به این آقا عزیز خود رو قدرت بخواد به خانواده.